درود بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه میخواین زندگیتون تغییر کنه، باید طرز فکرتون رو تغییر بدید. همین امروز طرز تفکرتون رو عوض کنید. برای دیدن این ویدیو با من رکسانا همراه شوید. البته در کلام خیلی ساده هست، طرز تفکرت رو عوض کن تا زندگیت تغییر کند. ولی چطور میتوان این کار رو انجام داد وقتی نمیتونیم باید چه کار کنیم؟ و مهمتر از همه، اگر تغییر دادن طرز فکر تا این حد آسان هست، چرا خیلی از افراد این کار رو انجام نمیدن؟ مخصوصا اگه بتونن با این کار موفق تر باشند و بیشتر از زندگیشون لذت ببرند. جواب این سوال ها رو نمیدونیم، ولی میدونیم که تغییر دادن طرز تفکر آسان نیست، اما ممکن هست. همه آنچه شما نیاز دارید این هستش که محکم و استوار این تکنیک ها رو به کار ببرید، البته اگر از ته دل میخواید موفق باشید. همونطور فکر کنید که دوست دارید باشید. اگر در دنیای ذهنتون خودتون رو آدم خوشحال یا موفقی ندونید که میتونه از زندگی لذت ببره، خیلی سخت میتونید در دنیای واقعی چنین آدمی باشید. پس پیش از هر کار در رویاهایتون هم خود را فرد خوشحال، موفق و روبه رشد تصور کنید. لبخند بزنید. نتایج تحقیقات نشون دادن لبخند زدن هم اثر جسمی داره و هم اثر روانی. پس یک لبخند روی لباتون بنشونید و در مسیر تغییر طرز تفکر قدم بردارید. در ابتدا این کار فقط یک عمل فیزیکی بدون روح است، اما کم کم جزو صورت شما می شود. خودتون رو غرق مطالعه و موسیقی کنید. کتاب ها، مقاله ها و مجله هایی بخونید که به شما کمک کنند بتونید افکارتون رو تغییر و درکتون رو افزایش بدید. فیلم ببینید و یا به موسیقی هایی گوش بدید که برای شما الهام بخش باشند و برای تغییر تشویقتون کنند. کردارتون رو تغییر بدین. وقتی کاراتون رو به همون شیوه قدیمی انجام میدید، نمیتونید در افکارتون تغییری به وجود بیارید. کارها رو به شیوه متفاوت انجام بدین تا بتونید متفاوت بیاندیشید. محیطتون رو تغییر بدید. محیط اطرافتون رو با توجه به طرز تفکر مورد علاقتون بسازید. فضایی رو خلق کنید که شما رو به سمت تغییر سوق دهد. یک گلدان به اتاقتون اضافه کنید. رنگ دیوارها رو تغییر بدید. یک کتابخونه یا میز کوچک برای خودتون بخرید. از موفق‌ها تقلید کنید. از تجربه و نظرهای کسانی که عاشق طرز تفکرشون هستین و آرزو دارید مثل اونها باشید استفاده کنید. اگه زنده هستن که این کار بسیار ساده هست، و اگر در قید حیات نیستن میتونید از آثارشون بهره بگیرید. به دیگران کمک کنید و به خودتون هم همینطور. یکی از سریع‌ترین راه‌هایی که میتونه طرز تفکر شما رو عوض کنه این هست که به دیگران توجه و به اونها کمک کنید. مواظب باشین از اون طرف به دام نیفتین، یعنی نه غرق در خودتون بشین و نه شیفته و دلباخته دیگران. کمی از دوستانتون کمک بگیرید. دیگران را از تصمیمتون باخبر کنید و از اونها کمک بخواید و نظرتشون رو بشنوید. هر چقدر کمک دیگران رو بیشتر احساس کنید، بیشتر به موفقیت نزدیک می شوید. حرفه‌ای شوید. اگر دلتون میخواد به فردی بزرگ تبدیل بشین، به مشاوره و نصیحت افراد بزرگ گوش بدید. انسان‌های حرفه‌ای در مدت زمان کوتاهی میتونن بهترین راه حل‌ها، نظرات و عقاید جدید رو در اختیار شما بذارند. البته به شرطی که واقعا در کار خود خبره باشن و فقط اسم و رسم بی‌پایه و پنهان به هم نزده باشند. صبور باشید. آگاه باشید که بیشترین تغییرات در مدت زمانی طولانی و به آرامی صورت می‌گیرند، به شرط اینکه تکرار شوند. پس اگر فوراً در مسیر موفقیت نتیجه نگرفتین، تعجب نکنید و مهمتر این که تسلیم نشید. کارتون رو ادامه بدید و مطمئن باشید جواب می‌گیرید. گاهی بعد از اینکه نگرشمون رو تغییر دادیم و به سوی هدفی تازه رفتیم، نمیدونیم چگونه باید راهمون رو بدون خستگی و درنگ ادامه بدیم. این نکته دست شما رو برای طی بقیه مسیر تغییر میگیرد. با واقعیت روبرو بشید. ممکنه مانعی که در مسیر رسیدن به هدف از سرعت شما میکند خودتون باشید. وقتی در راه رسیدن به هدفتون به مشکل‌هایی برمی‌خورید، اول از همه به دقت بررسی کنید که آیا منشأ مشکل خودتون هستین و یا خیر.
شما هر کاری که بخواید میتونید انجام بدین، اگرچه شاید نتونید همه کارهایی که دوست دارید انجام بدید. بیشتر اوقات برای رسیدن به هدف چند کار را با هم انجام میدید، ولی حتی با وجود تلاش زیاد در آخر به کمترین نتیجه میرسید. باید بدونید توجه و تمرکز روی یک یا حتی اکثر دو پروژه در یک زمان شانس شما را برای رسیدن به نتیجه مطلوب افزایش خواهد داد. برای اینکه تصویر واضحی از نتیجه کار داشته باشین تمرکز کنید. اول اینکه روی پروژه‌ای که بر عهده گرفتید کاملا تمرکز داشته باشین تا بتونید تشخیص بدین واقعا چه کارهایی باید انجام گیرد. برنامه گام به گام برای کارهایی که باید در زمانهای مشخص انجام بدید بنویسید. آنچه روی کاغذ هست برنامه هست و آنچه در ذهن شماست خیال. بیشتر افراد علاقه به نوشتن برنامه هاشون روی کاغذ ندارند. نوشتن برنامه روی کاغذ اولین قدم برای حرکت رو به جلوست. خیلی ها بدون برنامه پروژهاشون رو شروع میکنن ولی خیلی زود گیج میشن، زیرا مشکلات فرعی زیادی سر راهشون به وجود میآید. حرکت به این معنی نیست که پیشرفت کرده اید. بعضی از افراد با اینکه به سختی کار میکنن به هدفشون نزدیکتر نمیشن. این یکی از نتایج بی‌برنامگی هست. برای پیشروی باید فعالیت‌های مناسب در زمان‌های مناسب انجام بدید. انتخاب نکردن یک انتخاب است. زیاد فکر کردن درباره آنچه انتخاب میکنیم مانع دیگری هست که ما خودمون سر راهمون قرار میدیم. من میتونم بی، ای یا سی رو انجام بدم، ولی بهتر است بیشتر فکر کنم و شروع میکنیم برزابی کردن و غیره. ولی در واقع هیچ وقت نمیتونیم تصمیم بگیریم و کاری که انجام میدیم در حقیقت تصمیم میگیریم هیچ کاری نکنیم. ولی اگر کاری نکنید به چیزی نمیرسید. روی آنچه به نتیجه میرسد تمرکز کنید. خیلی از افراد در پیدا کردن راهی که به نتیجه نمیرسند استادند و به همین دلیل هیچ تلاشی هم نمی کنند. انرژی منفی رو در خود انباشته نکنید. انرژی های مثبتتون رو افزایش بدین و روی چیزهایی تمرکز کنید که به درد شما میخورند و به نتیجه میرسند. اگر اقدامی به نتیجه نمیرسد متوقفش کنید. یک اقدام احمقانه. کاری را بارها و بارها با یک شیوه انجام دهید و انتظار داشته باشین که به نتیجه متفاوت برسید. خیلی ها به دلیل غرور، لجاجت یا تعصب شیوه ای را تکرار میکنند که به نتیجه نمیرسد. شعاری جدید برای خود انتخاب کنید و دیگر کاراتون رو به شیوه قبلی انجام ندید. وقتی روش های مؤثر نیستند، انجام دادنشون رو متوقف کنید. وقتی نمیدونید کمک بخواید. ما نمیتونیم همه چیز رو بدونیم. نمیتونیم همه مشکلات رو حل کنیم. وقتی به مشکلی برمیخورید از دیگران کمک بخواید. از یک تاجر، مشاور، وکیل یا مربی مشاوره بگیرید. اگر کاری شما رو خوشحال نمی کند، انجامش ندید. برای اینکه به هدفتون برسید، باید سختی هایی رو بپذیرید و ممکنه هر لحظه نتونید از کارتون لذت ببرید، ولی در کل باید کارتون رو دوست داشته و از انجام آن خوشحال باشید. در غیر این صورت، اهدافتون رو ارزیابی و راهی رو پیدا کنید که از پیمودن آن لذت ببرید.